سلام عرض می‌کنم خدمت شما. منم سلام می‌کنم به سلام عرض دارم. خانم ها آقایان، به روبرو خوش آمدید. مهمان این هفته حامد آهنگی. حامد آهنگی در سال 1358 در بندر انزلی متولد شد. او 17 تیر ماه وارد 43 سالگی شد. از سال 1374 و زمانی که فقط 14 سال داشت وارد کارهای نمایشی شد و توانست در دوران نوجوانی جایزه بهترین بازیگر تئاتر دانش آموزی استان را از آن خودش کند. در سن 22 سالگی و از سال 1380 همراه با رضا نظری در بندر انزلی به اجرای جنگ‌های شبانه پرداخت. یک سال بعد از حضور بر روی صحنه با دعوت شبکه باران وارد تلویزیون شد و به عنوان بازیگر در تولیدات نمایشی سیمای گیلان حضور پیدا کرد. بعد از 9 سال فعالیت در استان گیلان به دعوت حمید خندان به جزیره کیش رفت و در آنجا اجرای کنسرت‌های خنده‌اش را شروع کرد. در سال 1395 توسط دوست و همشهریش میلاد کیمرام به رامبد جوان معرفی شد و از آنجا کارش را به عنوان استنداپ کمدین در برنامه خندوانه شروع کرد. در سال 1396 در سریال تلویزیونی لژیونر به کارگردانی مسعود آبپرور بازی کرد. این سریال از شبکه 5 پخش شد. اولین حضورش در سینما با بازی در فیلم شش قهرمان و نصفی به کارگردانی حسین قناعت در سال 1398 رقم خورد. به دعوت سعید ابوطالب در فصل اول ریالیتی شو شبهای مافیا شرکت کرد. توانایی‌هایش در بازی مافیا موجب شد تا مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. در این سال همچنین در فیلم چند میگیری گریه کنی دو هم به ایفای نقش پرداخت. در روزهایی که پاندمی کرونا موجب تعطیلی سینماها و کنسرت‌ها شده بود، به عنوان مجری و کارگردان تاکشوی به نام شباهنگی را جلوی دوربین برد. این تاکشو در دو فصل 30 قسمتی تولید و پخش شد. فصل پنجم جوکر با حضور او در نوروز 1401 پخش شد. شرکت در این برنامه محبوبیت او را نزد مخاطبان چند برابر کرد. خوش اومدین به برنامه روبرو. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. اگر صحبت ابتدایی داریم بفرمایید. سلام علیک تا برسیم سر سوالا. خواهش میکنم. ممنونم از دعوتتون. منم سلام میکنم به همه عزیزانی که دارن بنده حقیر رو تماشا میکنن. امیدوارم که لحظاتی که در خدمت شما و دوستان هستم حوصله‌شون سر نره و براشون جذاب باشه این گفتگو. از دوران در واقع دانش آموزی شما کار بازیگری شروع کردین، چطور شد که تحصیلات عالیه رو تو این عرصه ادامه ندادین، رفتین در واقع مهندسی و دوباره در واقع همون ماجرای قدیمی فشار خانواده و اینا، یا نه اتفاق دیگه ای افتاد؟ در مورد تحصیلاتم به شما بگم که خیلی در دوران نوجوانی و جوانی در واقع یک دنیای مبهمی رو پیش رو میدیدم که یه خورده تکلیفه با خودم مشخص نبود. همزمان هم برق میخوندم، هم فوتبال میرفتم به طور جدی و هم نمایش، هنرهای نمایشی به طور جدی. یعنی شده بود مثلا از بندر انزلی پاشم بیام تهران در دانشگاه سوره به یک تئاتر، به یک در واقع اجرا کمک کنم به هر شکلی، از دوستانم، از اقوامم که حالا تحصیل میکردن در رشته تئاتر و بازیگری، این کارو میکردم به خاطر علاقه زیادم به بازیگری. اما اینکه در آینده چه اتفاقی قراره برام بیفته خیلی برام مشخص نبود که واقعا میخوام بازیگر شم، یعنی از همین راه امرار معاش کنم و نه هیچ چیز دیگه، یا فوتبالیست شم تلاش کنم به تیم ملی برسم یا یه تیم اروپایی برم، یا برق بخونم، یعنی برم مثلا کارمند شم یا یه جا مثلا کار برق انجام. واقعا خودم هم با خودم درگیر بودم تا اینکه هر چی رفتم جلوتر و فوتبال و برق و تحصیلاتم در اون رشته کم رنگ شد و بازیگری بیشتر شد به خاطر هول اطرافیانم، یعنی این شتابی که معلمام، خانوادم و دوستانم میدادن به خاطر اینکه دوست داشتن و انگار اونا بیشتر از خودم حس کرده بودن که من در عرصه بازیگری مخصوصا کمدی اتفاقای خوبی برام میفته و من هم دیگه این راه سال به سال جدی‌تر شد. یه خاطرم هستش یه جایی گفته بودین که فوتبالم خیلی حرفه‌ای بازی می‌کردین، درسته؟ تو ملوان بازی می‌کردین، جوان ملوان بازی می‌کردین؟ بله، من خردسالان
جوانان در ملوان بودم، یه مدت کوتاه در امید ملوان که دیگه در واقع به دوران خدمت سربازی رسیدم. در دوران سربازی خب 3 ماه آموزشی در مهاباد بودم، بعد تقسیم شدیم رفتیم ارومیه. من شدم سرباز فرماندهی و تلفن جواب میدادم و خیلی جای راحتی هم بودم اتفاقا. همه میگفتن تو فامیل داری اومدی، پارتیت کی بوده افتادی اینجا، چون مثلا صبحگاه مشترک نداشتن، اتاقامون جدا بود با بقیه سربازا، برای خیلی اتفاقی شد. اونجا اومدن یک لیگی برگزار کردن داخل پادگان که پرنده دارید، صدای پرنده بود، یه لیگی بازی کردن که همین فوتبال فوتسال تور، که از اون کل اون پادگان 3 نفر انتخاب شدن برای تیم فجر ارومیه، من بودم و 2 عزیز دیگه که ما 3 نفر رفتیم و اونجا هم در فجر ارومیه بازی کردم. دیگه از اونجا به بعد دوباره کارم شد فوتبال. بعد خدمت دیگه فوتبال شد هفته 1 بار در سالن و بازیگری فقط. دیگه بیشتر بازیگری شد. حالا چون ملوان تیم نظامی بود، با توجه به اینکه بازی کرد تو تیمای پایش، چجوری شد سربازی ملوان نرفتیم؟ با توجه به اینکه شهر کوچیک هستش، میشناختنه تو اینا، یعنی اتفاق خیلی اون موقع پیگیرش نبودم و چون دیگه در واقع یه خورده بازی کردنم کم رنگ‌تر شده بود، به دلیلی که میرفتم در تمرین تئاتر، میرفتم در کارهای مختلف، خیلی میگم درگیر بودم، یهو به طور اتفاقی افتادم در سپاه و اونجا خدمت کردم و پایان فوتبالم با فجر سپاه ارومیه شد. و اون وقت تو ملوان با بازیکنهای معروف با کیا در واقع هم بازی بودی که مردم بشناسن؟ بیشتر بازیکنهای اون موقع مال دوره قبل بودن، یعنی کسایی که الان مثل علی حسنی صفت که سالها دروازه‌بان یک ملوان بود، الان مربی دروازه‌بان‌های ملوانه، یا آقای ملکی بود که اون هم در ملوان بازی میکرد، و مازیار زاره یه دوره کوتاهی با هم بازی شده بودیم، و دوستان دیگه ای که الان خیلی تو ذهن ندارم، اما بچه های خیلی مستعدی بودن که کار فوتبال انجام بازی میکردن در فوتبال و خیلی کیف میداد، چون تو انزلی خیلی استعداد فوتبالی زیاده کلن، یعنی مردم خیلی به خاطر ملوان به فوتبال علاقه مندن. الان پس یکی از هواداره پرپاقرص ملوانی دید؟ خیلی شدید ملوانی دو آتیشم، به دلیلی که هم تیم شهرم و میدونم وقتی ملوان میبره هم شهریام چقدر کیف میکنن، چقدر خوشحال میشن، برای من ارزشمنده. به خاطر همین، حالا نه به خاطر که خودم در دوران نوجوانی در ملوان بازی کردم، به خاطر یک بچه انزلی، یک گیلانی، به نظرم ملوان یک تیم اصیل خفنه که خدا رو شکر دوباره به بعد از 6 سال به لیگ برتر برگشت. امیدوارم که دوباره بازی خوب ببینیم و دیگه موندگار باشه در لیگ برتر. حالا یه ذره عقب‌تر بریم، میخوام بگم که چطور شد اصلا به بازیگری علاقه‌مند شد، یعنی این زمینه از کجا مهیا شدش که به قول معروف بعدها هی خانواده تشویقت کردن که اصلا مسیر زندگی تغییر کرد اومد به این سمت؟ اون موقع که میبینی بچه‌ها رو رها می‌کردم، الان مثلا از دوران مهد کودک میگن این بچه رو بذاریم مثلا مهد دو زبانه، یا بذاریم اسکیت یاد بگیره، بذاریم اسکواش بره، بذاریم نمیدونم تنیس بره. اون موقع از این خبرها نبود، اون موقع بچه‌ها در کوچه رها بودن تا از توشون استعدادا در بیاد. خب اونی که بیشتر دنبال فوتبال بود فوتبالیست میشد، اونی که از نوجوانی علاقه من به خوانندگی بود میرفت عروسی ها میخوند، بعد حالا یا خواننده میشد یا نمیشد. منم در اون دوران وقتی کل خانواده میخواستن بیان خونه ما، میگفتن ما زمانی بیایم که حامد باشه، به خاطر این بود که من یک جمعو از همون ابتدا در دوران نوجوانی میگرفتم تو دستم، شروع میکردم به کارهای خنده‌دار و شوخی‌های مختلف و اجرای برنامه تو همون حال و پذیرایی خونمون، و اقوامم دوست داشتن که من باشم یا برم خونه‌شون، و اصلا بی‌حالی و سکوت و جدیت منو نمیپذیرفتن. یعنی همش من از الان 20 و چند سال، بیشتر 30 ساله که من باید همش حالم خوب باشه و بگو بخند باشم و کلا نمیپذیرم. الان پیش شما اومدم، شما گفتی که چقدر جدی، هر کی منو مثلا نزدیک ببینه که من یه خورده حالا خستم یا آرومم، توقع نداره از من که مثلا 5 دقیقه هیچی نگم. تو خانواده‌ام همین بود و این باعث شده بود که ناخودآگاه موتورم روشن شه.
مثل ماشینی که انداختی تو جاده داری مسافر کشی میکنی، ماشینه برات دیگه حکم اینو داره که باید مسافر ببره بیاره خرابم نشه. و منم همین ناخودآگاه همین کارو میکردم، همش در حال بگو بخند و اینا. و اینا به من اقوام به من میگفتن که تو باید کمدین شی. حالا قبل از اینکه این سوالا مطرح کنم، می‌خواستم بگم این حسی که مردم نسبت بهت دارن، حالا اطرافیان خانواده دارن، اذیتت نمی‌کنه؟ یعنی از اون خود واقعی دورت نمی‌کنه؟ همیشه انگار مجبوری که توی حالی باشی، سعی می‌کنی همیشه اینو رعایت کنی یا نه اینکه اگه حالت خوب نباشه حالت خوب نیستش؟ یعنی من چون از اون دسته آدمایی هم در عرصه حالا بازیگری و هنر اگر افتخار داشته باشم خودم رو هنرمند بدونم، که مردمن که هی دارن منو میفرستن ناخودآگاه، بدونی که خودشون بدونن دارن برام تصمیم میگیرن در این برنامه بروم یا نروم در این برنامه. برای همین خیلی برام مهمه شادیشون، خیلی برام مهمه که خدایی نکرده فکری بعدی راجع به من نکنن. در 80% شبان روزم در سال در روزهایی که میگذره نه اذیت نمیشم، همیشه سعی میکنم که لبخند رو لبم باشه با مردم. و یه جاهایی منم مثل همه آدما شاید خستم، حوصله ندارم، یه دلیلیه، مثلا یه خبری بهم رسیده که منم آدمم دیگه ناراحت شم و ناخودآگاه تو اون ناراحتی بیرونم و شاید نتونم خیلی در واقع مثل همیشه شارپ و خفن و پر انرژی نم، ولی معمولا بیش از 80% اوکی ام، اصلا اذیت نمیشم. من میخوام که دیگران اذیت نشن از ساکتی من، خودم اوکی ام. تو خانواده خودت هم، یعنی با جمع پسر و خانم و اینا هم همینجوری هست یا خود واقعیتی؟ یعنی همونجوری که اونا درکت میکنن دیگه؟ بله درکم میکنن، همسرم پسرم مخصوصا چون همش با همیم درکم میکنن، اصلا از من توقع همیشه شاد بودن رو ندارن، مخصوصا وقتایی که ضبط دارم یا اجرا دارم و خستم. اما آدم اونوق و بد اخلاقی به هیچ عنوان نیستم، معمولا هم در مهمانی ها همون حامد 12-13 ساله 14 ساله میشم که بودم، همونقدر شیطون، همونقدر پر انرژی. و اصلا این بالا رفتن سنه در من تاثیر آروم شدن این مدلی نذاشته، فقط یه جاهایی حالا سعی میکنم که اون وجهه رو حفظ کنم، یا تو خونه شاید خستگی زیاد باعث بشه که خیلی شیطونی نکنم. در حالت عادی من آدم شیطون شادی هستم. اولین بار چه زمانی حس کردی که شناخته شدی و واکنشت نسبت به این شهرت چی بودش؟ اولین باری که حس کردم منو شناختن و خیلی جالب بود برام، اینقدر جذاب بود که هنوز یادمه، هیچ کم فکر نکنم این سوال ازم پرسیده باشه، شما اولین نفر هستید. ما این نمایش اجرا کردیم در بندر انزلی با دوست خوبم که جا داره اینجا هم یاد کنم ازش، که کلی چیز ازش یاد گرفتم و اینقدر خفن بود در نمایش کمدی و بازیگری که خیالمون راحت بود وقتی در کنارشیم. رضا نظری عزیز که نزدیک به 2 ساله به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفته، روح شاد، و واقعا استان گیلان یک ستاره کمدی رو از دست داد. یه نمایشی با هم کار میکردیم به اسم هواپیما ربایی، یه همچین چیزی بود که من نقش خلبان رو بازی میکردم توی نمایش و همونجا هم بدعایی میگفتم، بامزه بود، کار بامزهی بود. و یه بار شب داشتم خودم تنها تو خیابون گلستان انزلی قدم میزدم، یه خانواده رد شد، گفتن ای اون خلبانه، خندیدن و رد شدن، ای اون خلبانه. و برام عجیب بود که فکر کنم سال 81 بود اگر اشتباه نکنم، اولین بار طعم این که تو رو شناختن رو در سال 81 تجربه کردم. و بعد هی تکرار شد، چون هی ما کار میکردیم و یواش یواش دیگه از این بازیگره، اون کمدینه، این میگفتن دیگه حامد آهنگی، دیگه به اسم خودم میشناختن، میگفتن حامد آهنگی، چون بعدی که خودم هم اجرا گذاشتم. بعد 9 سال در شبکه گیلان جزو نقشه اصلی هر در واقع کارهای روتین و نمایشی انجام میدادم، سریال بازی میکردم تو گیلان، خب دیگه میشناختن منو. چطور انتخاب شدی واسه در واقع سریالای همون گیلان؟ گیلان اومدن کارم رو استیج انزلی میدیدن، کار تئاترم رو در جشنواره های حالا داخلی و استانی میدیدن. و بعد یه روز آقای علی حلوی، یکی از کارگردان های خوب گیلان، اومد گفت که من یه سریالی میخوام بسازم به اسم خانه پرماجرا سال 83،
و میخوام یکی از نقشاش تو باشی و خب اون موقع برام خیلی جذاب بود و رفتیم و کار خیلی خوبی هم شد. کار هنوزم گیلانی ها یادشونه خانه پرماجرا رو. بهترین برنامه‌ای که در واقع تو انزلی انجام دادی و سر زبون افتاد کدوم بود؟ همین در واقع نمایشی که موسیقی رو به شکل مختلف اجرا می‌کردی یا نه اتفاقای دیگه‌ای بودش که تو رو به اوج شهرت رسوند؟ نه، این نمایشی داشتیم به اسم این چند پدر با همون مرحوم رضا نظری و دوستان دیگه که اون خیلی مورد استقبال قرار گرفت و سی دی‌هاش پخش شد تمام ایران. شمالیا دیدن چون یه بخشش خب گیلکی بود، شمالیا دوست داشتن. سیدی محتر اول ترکی بلیزن یا ترکه بگیری، یا ترکه بگیری، بهت من خودم صحبت بکنم. سیدی انت تو صحبت کنی. این کنسرت های خنده دقیقا از همون زمان چیز شد، توی زبون ها افتاد و دست به دست چرخید، یعنی همین یک تک نمایشه باعث شد این اتفاق بیفته یا نه چیزهای دیگه هم دخیل بود تو این دیده شدن اون کنسرت های خنده؟ نمایشه که جزیره کیش می رفتم به دلیل که تصویر برداری می شد و تهیه کننده البته خلاف میل من سی دی رو به مخاطبین میفروخت، این سی دی ها ناخودآگاه در تمام ایران پخش شد. اون موقع اینستاگرام و اینا هم نبود و برام خیلی جالب بود که من مثلا یه دعوت کردنم مثلا در استان خراسان اجرا یا کرمان اجرا و 2,000-3,000 نفر بلیتم رو خریدن و اومدن و بدون که مثلا من تصویری در رسانه ملی یا سینما داشته باشم اینقدر طرفدار داشتم اجرام، دوست داشتن اجرامو ببینن و همینا نشد گرفته از اون سی دی ها بود، سی دی های جزیره کیش. اتفاقا نکته همین بود، چون تو همین سوال بعدی بودش، اون موقع شبکه‌های اجتماعی به این شکل در واقع گسترده نبود، اصلا وجودم نداشت به این شکل. توی بساط در واقع سی دی فروش ها یکی از سی دی هایی که بود همین کنسرت های خنده کیش بودش که در واقع اسم شخصیتت میمد یا مثلا اون عنوانه رو روی لیبل زده بودن روی چیز. در واقع همین در واقع محاسم بگم که اون موقع این سی دی ها بودش که باعث شهرتت شد بین مردم. در واقع سی دی ها خیلی تأثیر گذاشت، هیچ منفعت مالی هم واسه تون نداشت؟ اصلا منفعت مالی نداشت. دو سه تا بخش بد داشت. بخش بدش این بود که خب منفعت مالی که اصلا نداشت، کارم رو به واسطه پخش شدن سی دی ها بدون اجازه من طبق معمول که ما قانون کپی رایت در کشورمون نداریم کپی میکردن و اجرا میکردن به اسم خودشون. مسئله سوم این بود که خب چندین بار ممنوع کار شدم چون اون فضا اون اجرا در جزیره کیش بود، در منطقه آزاد بود، در یک شب بود، 300 نفر 400 نفر می اومدن می دیدن می رفتن می خندیدن تموم می شد. ولی وقتی سی دی ها پخش شد کسایی دیدن که موضع گرفتن راجع به اجراهای من و من چندین و چند بار ممنوع کار شدم. این بداش بود و حسن بزرگش هم این بود که باعث شد من در ایران شناخته بشم، بتونم برم شهرهای مختلف اجرا. به عنوان در واقع بازیگری که این سبک اجرا رو در واقع انجام میده معروف شدید، موقعیت خودتو بررسی کردی همون اتفاقی بودش که دنبالش بودی یا نه تو بازیگری دنبال چیز دیگه ای بودی؟ مثلا در بازیگری دنبال چیزی نیستم، هنوزم نیستم، قبلا هم نبودم. من فقط این کار به ام حال خوب میده، احساس خوب میده و وقتی شما میری سوپرمارکت، میری بیرون، میری تو کوچه، میری تو خیابون، مخصوصا چون من کار کمدی کردم، مردم تو این سختی ها، تو این خستگی ها، تو این شرایط به محضی که میبیننت لبخند میزنن و با خنده میان سراغت سلام علیک میکنن، این به نظرم یه اتفاق خیلی خفنیه که من اصلا بهش فکر نمیکردم. در مورد درآمدم واقعا به این فکر نمیکردم یه روزی من از این راه میتوانم امرار معاش کنم. از زمانی که رفتم کیش بیشتر اتفاق افتاد که چاره ای نداشتم جز اینکه روی صحنه باشم تا پولی دریافت کنم. یعنی کاری که عاشقانه دوستش دارم تبدیل شد به کاری که حقوقی برام داشت، حالا یه جای کم، یه جای اصلا، یه جای زیاد، ولی
تهش این بود که من حالم با این کار خوبه، یعنی الان شما به من بگی یه کار دیگه انجام بده سعی میکنم اون کار رو به خوبی انجام بدم، ولی حالم باهاش قطعا خوب نخواهد بود. حالا نکته من اینه، بعد از این اتفاقی که توی مثلا اجراهات تو کیش افتاد، مثلا ببینم هدفت و اون تارگتی که داشتی بعد اون چی بودش؟ ادامه همین بود به شکل گسترده تر یا نه مسئله دیگه یا در ذهنت داشتی وقتی اون به اون نقطه رسیدی؟ من کلا هدف ندارم. الان راحت شدی دست ور میداری از سر ما؟ همش میخواد هدف... تارگت چیه؟ من کلا بداهه زندگی میکنم، زندگیم هم بداهه است. یهو پا میشم از این شهر میرم موشهر، یهو میگم خونمون اینجا نه اونجا، شب میرم مرشهر دور میزنم میگم اه چه جای قشنگیه بیایم اینجا. تا حالا 2 ماه اساس کشی کردم ها. و این مدلی هم در لحظه زندگی میکنم. احساس میکنم که زمانی که شما خبر نداری آیا فردا زنده هستی یا نیستی، زمانی که شما نمیدونی قراره چه اتفاقی برات در آینده بیفته، من چرا بیام یه هدف حالا مثلا 10 سال بعدم رو ببینم؟ منی که همین کرونا هم به هممون ثابت کرد، آدمی که شاداب و سرزنده، یک جوان رعنا، یک آدم سالم به واسطه کرونا از دنیا رفت. نه اینکه در واقع خیلی به هم ریخته و اینطوری باشه زندگیم، نه، من هم قواعد و چارچوب خودم رو دارم. اما در مورد اینکه آیندم رو چطور میبینم، من هر لحظه 10 سال پیشم آیندم اوکی بود، داشتم زندگی رو میکردم با سختی های خودش. الانم لحظه رو دوست دارم. الان شاید سختی هام بیشترم شده، ولی باز دوستش دارم و نمیدونم 2 سال بعد، 1 سال بعد، 1 ماه بعد قرار چه اتفاقی بیفته. کاری رو میکنم که الان احساس میکنم مردم این کار رو دوست دارن، من دارم اینو دریافت میکنم، این انرژی مثبت رو دارم میگیرم، مردم از حضور من در ریالیتی شوها، در برنامه های کمدی راضی ان، از استیج بودن من راضی ان و دوست دارن. چرا بیام حالا من تغییر بدم و یه دنبال یک هدف؟ هدف تهش چیه؟ ته ماجرا چیه؟ تهی وجود نداره. تو باید از این نقطه A تا B قرار زنده باشه که نمیدونی B کجاست، فقط میدونی A کجا بوده و چه روزی بوده، B رو نمیدونی. تو این فاصله لذت ببر و به دیگران عشق بده و باعث شو که حالشون با تو خوب باشه. این اون زندگیه که من دوستش دارم. اجرای در واقع این زندت و کنسرت خدای اینه که در طول مثلا 90 دقیقه 120 دقیقه که اجرا میشه این انرژیت کامل حفظ میشه، مثلا تکنیکت یا این چیزی که باعث میشه که این انرژی در واقع هم تقسیم بشه و هم نیفته چیه؟ چه به قول مسیری رو طی میکنی؟ اون انرژی مخاطبه باعث میشه که این اتفاق بیفته یا یه تکنیک خاصی داره؟ چون اول اجراد با وسط اجراد با انتهای اجراد همه توی سطح لحاظ انرژی سعی میکنم اینجوری باشه، چه جلوی دوربین چه روی صحنه، انتها و ابتدا به لحاظ انرژی فرقی نکنه با هم، مخاطب احساس نکنه حامد خسته است حتی اگر خسته شده باشم. انرژی اول از دوستانی که در کنارم میاد و بعد تهش چه اگر روی صحنه باشم انرژیمو از مخاطبم میگیرم، چون نفس به نفس داریم انرژی میگیریم، حس خوبی میگیریم، به هر خنده، هر تشویق باعث میشه حالم خوب بشه و دوباره مرحله بعد رو انجام بدم. جلوی دوربینم میدونم قرار مردم ببینن و تهش بد نگم ای وای چرا اینجا کم کاری کردم. دوست ندارم این اتفاق بیفته، دوست دارم صادقانه با در واقع تمام قوا جلوی دوربین باشم. رو صحنه اتفاق افتاده انرژیت بیفته به خاطر اینکه پالس منفی دیده باشی مثلا؟ بله بله، من پالس منفی رو خیلی خوب میگیرم. الان یه دوستمون اینجا واسطه پالس منفی میده، اگر لطف کنید بهشون بگید که برن بفهمید. من از شما پالس منفی ممنونم. رفت، چقدر آدم باحالی. ولی در کل آره، من شده مثلا رفتم رو صحنه 1000 نفر 999 نفر داشتن میخندیدن و حالشون خوب بوده با اجرای من، یک نفر رو نمیدونستم کجا نشسته، ولی به بچه ها میگفتم همیشه، گفتم یه نفر تو سالن حس خوبی نداره، حالا یا به من یا به اجرای من یا خودش حالش خوب نیست به هر دلیل، و من میگیرم اون پالس منفی رو، ولی یه جایی میرم که مثلا همه احساس خوبی دارم مثبته دیگه خیلی انرژی مضاعف دارم، ولی اون یه نفر باعث نمیشه من اجرام بد بشه ها، یعنی در اجرای من تاثیر نمیذاره ولی حسش میکنم. چقدر روی تقلید صدا کار کرده بودی؟ یعنی از بچگی روی این تقلید صدا کار میکردی و تو چند تا لهجه تسلط داری؟
من روز لهجه نه ولی روز زبانهای مختلف دنیا خیلی تسلط دارم. نه ولی تقلید صدا رو کلا خیلی دوستش ندارم. ولی شروع کارم چرا بود مثلا با انیمیشن های مختلف، یه بخشی از اجرایی که تو مدرسه میرفتم یا تو خونه، هنوز خیلی تو اون جمع بازیگری راه پیدا نکرده بودم و تئاتر کار نمی کردم و کار نمایش کمدی نمی کردم، تقلید می کردم از در واقع صدا پیشه های خوبی کشورمون که انیمیشن گفتن یا فیلم می گفتن یا خواننده ها. ولی خودم یه مدت که رفت دوری کردم از تقلید صدا، مگر در راستای نمایشم، حالا یه دوست عزیزی که بیشتر صداشو در می آوردم فقط. از کجا رامبد با ارتباط گرفت؟ اومده بود کاراتو دیده بود تو صحنه یا معرفی شدی بهش؟ استیج میرفتم، میلاد کیمرام دوست عزیز و همشهری خوبم اومد گفت یه روز بریم پیش رامبد و تو یه بخش استنداپ بری تو خندوانه. گفتم بعدم نمیاد اتفاقا، چون انقدر این حس شهرهای مختلف میرم به من میگن تو نباید اجرا کنی، حضورم در صدا و سیما خورده برچسب مجاز بودن به هم میزنه. و به اضافه اینکه رامبد رو دوستش داشتم، کلن کارشو دوست داشتم، سریال ساخته بود دوست داشتم، خود رامبد رو کلن دوست داشتم و برام جذاب بود دیدنش و هنوز ندیده بودمش. نمیدونم سال چند بود، اگه اشتباه نکنم 94 بود یا 95، اینو مطمئن نیستم، ولی فکر کنم فصل 3 خندوانه اولین باری بود که رفتم. بله فصل 3 بود که یه بخشی همون موسیقی رو رفتم و بعد دیگه شدم پای ثابت خندوانه، میرفتم برای پانتومیم، برای استنداپ، برای نمایش و این رفاقته و این همکاریه تا همین چند وقت پیش هم ادامه داشت. الان تموم شده؟ خندوانه تموم شده. آها، نه فکرم رفاقت با رامبد تموم نه شده. نه نه رامبد در خود اولیه چطور موقعی که میلاد معرفیتون کردش با هم نشستید و اینه چجور شد که اعتماد کرد؟ یادم رفتیم تو اتاقش سلام علیک کردیم و یه گپی کوچولو زدیم و بعد همونجا یادمه که رامبد گفت مثلا میخوای اولین باری که بیای چیکار کنی. من براش توضیح دادم که یک کسیه که خواننده نیست ولی باید لب بزنه، لیپسینگ کنه جای خواننده و این اتفاق میفته. همون توضیح دادم براش جذاب اومد، یک کوچولو همونجا هم براش اجرا کردم و گفت اوکیه بیا و این شد شروع همکاری من با خندوانه. سلام آقا جمال، خوب هستی؟ قربان تو، شما چطورین؟ مخلصم. تشریف آوردین جانم. دلتون برام تنگ شده بود؟ بله. خواهش می‌کنم. چه خبر؟ شما چی؟ شما دلتون برام تنگ شده بود؟ نه. ما هر شب داریم شما رو می‌بینیم. راست میگی. چه خبر؟ مخلصم. خوب نیستی نه؟ چرا؟ احساس من خوب نیستی. حالت خوب نیست. درونت متلاشیه. دی. ظاهرت خوب نگه داشتی. احساس می‌کنم داری با سیری صورت خودتو داغون سرخ میکنی. اگه آره بگو، جم خودیه. بعد از در واقع حضور تو خندوانه سریال لژیونر بهت پیشنهاد شد، یا اون به خاطر خندوانه بود یا به خاطر کاری که در واقع انجام دادی و اینکه اون برچسبه در واقع از زود برداشته شد که رسانه بهت اعتماد کنه، لژیونر اصلا چجوری بهت پیشنهاد شد از طرف آقای آب پرور؟ لژیونر رو یک دوست عزیزی دارم من به اسم پیمان عباسی، نویسنده خوب کشورمون، که خیلی غیر از رفاقت مشتری پرواقرص برنامه های استیج من بود. خب این سریال رو داشت می نوشت، اومد بک استیج یه روزی به من گفت که یه همچین سریالیه و من میخوام تو رو پیشنهاد بدم اگر کارگردان بپذیره. یه روزم آقای آپاور اومد اجرا، ایشون هم اجرای استیج منو دید و گپ زدیم و برای اون نقش انتخاب شدم و یه اولین تجربه اول سریالم در شبکه سراسری بود و اینجوری اتفاق افتاد. اون اتفاق چطوری بود واسه خود سریال لژیونر؟ فکر نمی‌کنم توی در واقع شخصیتی محدودت کرده بودن، یه سری از قابلیتات گرفته شده بود؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد لژیونر منو اذیت کرد به عنوان بازیگر. تکلیف لژیونر معلوم نبود، فیلم نام نویس که همین پیمان جان باشه از یه قسمتی رها کرد، بعد حالا خودشون ادامه دادن، یک دوستی رو آورده بودن به عنوان بازیگردان و من چون اولین کارم بود و دوست داشتم پسر هفت‌گوش کنی باشم، آنچه ایشون میگفت رو اجرا کردم
و بعد خودم دوستش نداشتم به خاطر اینکه حتی همون نقش خیلی جای کار داشت، اگر یه ذره دست و پای من بود و به منم اعتماد نمی کردن. هنوزم تا حدودی اینجوری هست، یعنی منو یک استنداپ کمدین میشناسن، منو یک آدم استیج میدونن که من با افتخار هر آنچه دارم از استیج دارم، همیشه تا آخر عمرم اینو میگم و هیچ چیزو به استیج ترجیح نمیدم. ولی آدم هایی که در عرصه هنرن، نه همشون، یه درصد زیادیشون نسبت به من دافعه دارن و تو لژیونر خیلی زیاد اینو دیدم که پیشنهاد میدادم قبول نمیکردن، بازی میکردن میگفتن این چه بازی کردی، اینقدر نباید کمدی بشه، اینقدر نباید سمت خنده بری. و چون بزرگتر از من بودن، پیشکسوت بودن، من حرفش میبایست گوش میدادم ولی تهش راضی نبودم با کارم. یعنی الان برگردم به عقب، از امکان نداره لژیونر بازی کنم. میگم سلام، میخوایم به موضوعات این هفته یه لیگ بپردازیم. مسابقات بسیار خوبی بود. چه میکنه این رونالدو؟ باش حالا بعدا برای توضیح میدیم. نود چیز میشه دیگه، نایتینگ. چند میگیری گریه کنی؟ تو چه موقعیتی بهت پیشنهاد شد و موقعی که پیشنهاد شد مسافت چجوری بود باش؟ باز دوباره این ترس و واهمه وجود نداشت که اون اتفاقا بیفته؟ چند میگیری گریه کنی برام جذاب بود به دلیلی که یکیشو دیده بودم دوست داشتم. خب این پیشینه بود، این ذهنیت بود. خب آقای پور عرب بازی میکرد که به ایشون بسیار علاقه مندم، آقای حمید لولایی بازی میکرد که بازی ایشون رو بسیار دوست دارم و برام جذاب بود که برم اون نقش رو بازی کنم. و در زمانی بود که هنوزم کرونا نیومده بود و رفتم و این کار رو انجام دادم و این تجربه ای بود برام. و در واقع بعد که خود به کرونا و اکرانش به تعویق افتاد تا همین چند وقت پیشه. اونجا چه جوری بود؟ اونجا هم در واقع توکل نیا تعاملش با به چه شکل بودش؟ با توجه به اینکه حالا تجربه خوبی هم از کار قبلیه در واقع سریال نشی، اینجا تعامل چه جوری بود با بازیگرای مقابل، با خود کارگردان؟ اتفاق بهتر افتاد نسبت به تجربه قبلی؟ در چند میگیری گریه کنی بستر فراهمتر بود، ولی یه خود خودم در واقع فرصت خیلی خیلی خوب استفاده نکردم. حالا خروجی کارو شاید من به عنوان بیننده خیلی دوست نداشته باشم به دلایل مختلف، اما تجربه خیلی خوبی بود در کنار آقای توکل نیا، دو برادر عزیز و بزرگ، تهیه کننده و کارگردان و دوستان دیگه که بازی کردن. ولی حالا به دلیل فیلمنامه بود یا تدوینش یا این فاصله‌ای که افتاد، خروجی کار خروجی قابل قبولی نبود به نظر من به عنوان یه بیننده. من صادقانه همیشه میگم حتی اگه کار خودم هم باشه تعصب بی خود ندارم، اگر کار ضعیف باشه میگم ضعیفه، نه که بگم ضعیف بود. هم من میتونستم بهتر بازی کنم، هم همه بازیگرا، هم میتوانست فیلم بهتری باشه به واسطه که چند میگیری یک به نظرم یکی از کمدی‌های خوب بود در زمان خودش و اینم میتونست این اتفاق براش بیفته. اما میدونید که قلب یک فیلم فیلمنامه است و متاسفانه ما فیلمنامه خوبی نداشتیم. اگر تو شرایط الان بودی قبول میکردی چمی گیری گیری؟ نه خیلی قبول نمیکردم. به خاطر فیلمنامه دیگه؟ بله به خاطر فیلمنامه و اینکه من اونجا رایگان بازی کردم. خب اینجا قطعا رایگان بازی واقعا رایگان بازی؟ بله پول نگرفتم. چند میگیری گریه کنی؟ دو. آقای کریم شیره ایچ شیرم چه باشی جات اینجا. اینکه تو فیلم خیلی خوب واسه بابام گریه زاری میکرد. آخرین ورژنی که بچهای ما الان در جزیره جیبوتی و ماساچوست دارن کار میکنن. تاثیر گذار با حضور نسلی از کمدین های محبوب. میگه کاری یه نفر دو نفر صاحبش اومد. دیگه باعث شد در واقع تو این سالا به خیلی بین مردم دیگه همه مردم به اوج شهرت برسی حضور توی رئالیتی شوها بودش در واقع. بله. اولیش اگه اشتباه نکنم شام ایرانی بودش که در واقع با خدا بیامرز علی انصاریان و سید جواد هاشمی با اون بازیگر لبنانی در واقع مد شدی. اونجا این گروه چجوری تشکیل شد؟ همونجوری در واقع
تصادفی بود یا نه آدم ها رو چی دید که این گروه چهار نفر اینجوری با هم مت شدون؟ یکی بهترین در واقع قسمت های شام ایرانی همون قسمت شما، همون چهار قسمت شما بودش تو اون فصلی که آقای ابوطالب ساخت. به جرات میشه گفت نه یکی از بهترین، بهترین فصل شام ایرانی فصل ما بود. خدا رحمت کنه علی جان عسکریان و خدا نگه داره سید جواد و ناخداگاه یه تیم خوب شدیم و همینطور جورج اولسایی که اصلا تو عمرمون هم ندیده بودیمش در لبنان، ولی انقدر پایه و باحال بود با اینکه زبان هم رو متوجه نمی‌شدیم، اما خیلی پایه بود، خیلی اهل شوخی بود. اومد ایران، ما رفتیم اونجا و خیلی منم اونجا مثل بقیه کارا سعی کردم با تمام انرژی حضور داشته باشم. تیم خوبی شد و خروجی کارم خیلی خوب بود. خیلی ناخودآگاه اومدن چیدن مثلا سید جواد هاشمی رو بذاریم، از فوتبالی ها علی انصاریان که حالا کار بازیگری هم میکرد بذاریم، حامد هم از بچه های استیج استنداپ کمدیانه بذاریم، شاید این سه نفر با هم کوبل خوبی بشن، تیم خوبی بشن، که شد. تو ریسک بود دیگه. تو شام ایرانی هم پلنی داشتی، یعنی چارچوبی چیده بودی واسه خود، یا اونجا هم همه چی بداهه و تو موقعیت انجام میشه؟ کاملا بداهه و موقعیت. حتی آقای ابوطالب به عنوان کارگردان کار میومد پیشنهاداتی میداد راجع به اینکه مثلا بگی تو با اون توانی کردی یا به اون نمره بدی، من 100% مخالف بودم و در رئالیتیشو نظرم اینه که مردم انتظار دارن خود واقعی آدم رو ببینن و من خود واقعی بودم و هر اتفاقی افتاد بداهه شکل گرفت. همه اونایی که درست کرده بودی کار خودت بود یا خانومت هم کمک کرده؟ غذا من یه دوستی آوردم به اسم علیرضا یادگاری که مجری خوبمونم بود. علیرضا به من کمک کرد تو دسر، قرمه سبزی رو که تلفنی بهم یاد دادن. کی یاد داد؟ خانم امینا از انزلی تلفنی میگاسم سبزی رو بذار مر نمیدونم. من فرقش اینه که من از شب قبلش قرمه سبزی رو بار گذاشتم تو پلوپز، همه مواد رو ریختم طبق آن چیزی که به من گفته بودن و درش رو بستم گذاشتم رو 6 ساعت. این نم نم تو آرامپز شروع کرد به پختن، ما خوابیدیم. صبح پا شد این قرمه سبزی آماده شد، ولی برای اینکه جلوی دوربین میبایست ما چیزی درست میکردیم دوباره شروع کردیم به قرمه سبزی درست کردن. ولی قرمه سبزی که بچه‌ها خوردن قرمه سبزی بود که خودم از شب گذشته بار گذاشتم، یعنی کسی نیومد این کارو برای من انجام بده. یعنی امتیازت واقعی بود؟ امتیازم واقعی بود، بله. شمالی ها معمولا دستپختشون خوبه؟ آره، من فقط استانبولیم خوبه، بقیه چیزها رو شانسی با درست کنم ببینیم چی در میاد. من فقط استانبولی مدل خودمه که روش ادعا دارم، بقیه چیزها رو چجوریه؟ بداهه باید درست کنم. رسیپیش چجوریه؟ استانبولی؟ نمیگم که. آه، مخفیه. باید درست کنم، حالا اگه میدونستم، یعنی وقت داشتم درست میکردم میآوردم اینجا، ولی خوشمزه میشه. آه، همونی که تو جوکر درست کرده. تا الان به اون مقدار درست نکرده بودم ولی خیلی خوشمزه شد. معمولا برای 3 نفر 4 نفر، نه برای 20 نفر، برای درقه اون غذا رو فکر کنم 15 نفر 16 نفر خوردن. یه چیزی میگم سه بار بگو: دوغ گازدار سه بار استریت ریپیت. دوغ گازدار خودی دوغ گازدار دوغ گازدار گاز دوغدار. دوغ گازدار دوغ گازدار ایزی. چیپس چازن سس. مهم هستم اینکه شبهای مافیا شما اصلا تجربه بازی مافیا داشتید یا تو همین برنامه با چم و خمش آشنا شدید و انتخابتون به خاطر همون آشنایی قبلی با آقای ابوطالب بود یا به خاطر تسلطتون رو مافیا؟ ما این شرایطی که رفتید برنامه شبهای مافیا فصل اولش رو یه توضیح بفرمایید. آقای ابوطالب بهم زنگ زد گفت من میخوام مافیا رو بسازم و من خیلی برام جالب بود، گفتم چقدر جذاب، چون من از سال 86 مافیا بازی میکردم، نه هم خیلی ولی جمع می شدیم با بچه ها. پیشنهادم، یکی از پیشنهادام مافیا بازی کردن بود، حالا مدلاش فرق می کرد. حتما دعوت می کنم بیای، چون تو بلدی جزو کسایی هستی که کمک می کنی به بهتر برگزار شدن مافیا، چون خیلی ها بازیگرها بلد نیستن.
ما یکی دو جلسه رفتیم، چون اولین دقیقا فصل مافیا هم بودیم، یکی دو جلسه رفتیم کافی شاپ و بچه ها بازی کردیم و بعدم رفتیم ضبط و تجربه جالبی بود به نظرم. مافیا بازی جذابیه. یکی از اتفاقایی که تو مافیا افتاد، خب موقعی که تسلط بازیگرا رو میدیدن توی در واقع پلیرا رو میدیدن تو بازی، یه شک و شبهه‌ای به وجود میومد، حالا بعداً تو کامنت‌ها یا تو نظراتی که تو خود فیلمو ضبط میشد. اما در رابطه با شما هیچ موقع نظر اینطوری بیرون نیومدش. اون تسلطی که تو بازی داشتی چجوری به قول معروف ارائه میدادی که مخاطب حتی یه ذره هم شک نکنه؟ یعنی تو طول مدت چه سه تا برنامه‌ای که اول رفتی و برنامه‌ای که اخیراً رفتی، این اتفاق اصلا در رابطه با شما نیفتاد؟ آخه من مافیا بازی می‌کردم، بازی نمی‌کردم که مردم فکر کنن من تقلب نمی‌کنم. مثلا به تقلب فکر نمی‌کردم که بخوام ادای تقلب نکردن رو در بیارم. کسی این کارو می‌کنه که تقلب می‌کنه. من داشتم مافیامو بازی می‌کردم، اتهام اشتباه می‌زدم، دند عقب می‌گرفتم، اتهام درست می‌زدم، حتی یه وقتی اتهام درست می‌زدم بعد پشیمون می‌شدم می‌رفتم سراغ دیگه. و چون با استدلال بازی می‌کردم، معمولاً دلیل می‌آوردم برای اینکه مثلا فلانی مافیاست، این در واقع برچسب تقلبم به من نچسبید خدا رو شکر. و پایه این هستم که همه پلیر کسایی که در مافیا بازی کردن بیان و با جرئت بگن که ما تقلب نکردیم، چون واقعا بازی کردن این کار. همین رو می‌خواستم بگم که تو در واقع قسمت دوم فینال فیلانیستا به خاطر اعتراض شما یه دفعه نظر رو جلب شد نسبت به تقلب. یعنی اینکه حالا تا قبل اون زمزمه بود، ولی از اونجا به بعد دیگه در واقع تقلب آشکار شد. چی چیزی دیدی که معترض شدی یه دفعه به روند بازی و اون اتفاق رقم خوردش؟ البته تو استوری یکی دو بار به شکل غیر مستقیم تو استوریات اشاره‌ای داشتی، اما میخوام اینجا به شکل سریع بگی چه اتفاقی افتاد تو اون بازی. دو تا بخشی، یکی اینکه اون عزیزانی که تو مافیا بودن همه رفقا و همکارای عزیز من هستن، حالا بعضی‌هاشون رفیقای صمیمی‌تر، بعضیا رفیقای معمولی‌تر، اما همه عزیزان من هستن. من در قسمت دو فینال فینالیستا به دلیلی که من این یقین رو داشتم که در واقع تقلب میشه و منتظر یک فرصتی بودم که این تلنگر رو بزنم. خب وقتی کات میخوره، همه با هم حرف میزنن به بهانه سرویس بهداشتی یا بهانه‌های مختلف، یا آدم‌های غیر مسئول در فضای ضبط حضور دارن، یا حتی آدم‌های مسئولی که با من رفیق دارن، یک کامرامنی با ایشون رفیق داره، یکی همسرش رو آورده، یکی پسرخالش رو آورده به هر دلیلی، و اسمس میدن به هم یا با چشم اشاره میکنن، اینها اصلا بستر فراهمه در مافیا برای تقلب. حالا شمایی و وجدان خودت که تقلب بکنم یا تقلب نکنم، وگرنه بستر به شدت فراهمه. هیچ موقع به آقای ابوطالب با توجه به تجربه‌ای که داشتید پیشنهاد ندادید که شرایط حرفه‌ای تری واسه در واقع اجرای مافیا باشه؟ و اون شرایط چیا بود که قبول نکردن؟ ما اون موقع هم گفتیم که باید شب نقابی گذاشته بشه، ماسکی زده بشه، در روز عوامل نباشن، یک در واقع یک چیدمان به شکلی باشه که ما مثل در واقع استدیو جوکر نبینیم آدمی غیر از خودمون، غیر از گرداننده رو، و گوشی کسی نداشته باشه، همراه کسی نداشته باشه. ولی متاسفانه این شرایط به وجود نیومد. به چه دلیل به وجود نیومد رو من نمیدونم، اما لحظاتی بود که شما میتوانیستی از فرصت تقلب استفاده کنید. فهمم با توجه به اتفاقایی که افتاده مافیا دیگه میتونه اون جذابیت رو داشته باشه تو ادامه اگر تولید بشه؟ من جای ابوطالب بودم دیگه مافیا نمیساختم. اگرم میخواستم بسازم، با در نظر گرفتن تمام جنبه های یک بازی مافیا، یعنی مثلا نمونش رو داریم در شهروند و مافیا که از شبکه سلامت پخش میشد و الان اومده شبکه نسیم، شما غیر از گرداننده و پلیرها هیچ کس رو نمیبینی. حتی صندلی به شکلیه که طرف در شب تکیه میده و ماسک رو میزنه، بغلیش رو نمیتواند ببیند. یعنی درصد تقلب به نیم درصد میرسه در اون شرایط، به یک درصد میرسه. ولی درصد تقلب در مافیای ما
بالای 70-80 درصد. به نام خدا، حامد آهنگی هستم. کسی چالش نمیخواد؟ نمیخواد. اینا خوردنیه؟ بله. الکی نگید، اینا من هر قسمت دارم میبینم اینا هست. نه اصلا نه، اون قسمتی که شما دیدی که اصلا نه. شارژ میشه؟ اون قرمزه ها چیه؟ آلبالوه. تیزاب هم نخورد. پس پاستیل میخوره. با شما کاری ندارم، شما زرد داری. سلام خواسته نباشه، خالبه تعمل کردی؟ بله بله. چی گذشته دکتر برای تو؟ برم یه سری لوله کشته هر رو. رو کار کردی ها؟ بله. سلام آقای واشقانی. جوکر گفتید چرا دوست نبودم؟ نه واسه میگم که موقعی تو این برنامه، موقعی که در واقع مخاطب میبینه یا میگه طرف لوسه یا بیادبی کرده، این اتفاق در رابطه با شما نیفته، با وجود اینکه حضور طولانی بود تو در واقع برنامه، تو دو فصل بودی، و این اتفاق نیفته که این حالا لوس شده حرکاتش، یاد مثلا یه جایی مجبور شده بیادبی کنه، خنده بگیره. بیادبی رو که اصلا سعی نکردم که از طریق بیادبی، چون اولا بیادبی که معمولا پخش نمیشه، خب چرا من کاری بکنم که انرژی بذارم که قرار پخش نشه؟ چون پخش که شد تو همین چیز کلی، حالا بیادبی صرفا کلام بیادب، آره دو پهلو. بله. حتی اون اتفاق هم در رابطه با دفتر شما نیفتاد خیلی زیاد، خدا رو شکر که نیفتاد چون دوستش ندارم، ولی چه اشتباهی کردم؟ پاستیله راحت تر بود خوردن. ولی سعی میکردم که با انرژی باشم، شوخیام خدای نکرده به کسی بر نخوره، و حالا از قابلیت هایی که دارم تا حدودی میشود در اون مدیوم استفاده کرد استفاده کنم، و خیلی جوکر برای من جذاب بود، مخصوصا از وقتی که پخش شد بیننده ها خیلی دوستش داشتن، و من رو تو جوکر، آخه اصلا بیننده ها اصلا خواستن که من برم جوکر. من تنها کسی بودم که، یعنی شاید اگه تنها کس بگم، در واقع جزو معدود کسایی بودم که وقتی در فیلم اومد که جوکر به زودی، اولین بار رفتم کامنتار، هنوز برنامه که پخش نشده بود، هنوز ساخته هم نشده بود، فقط زده بود جوکر، بعد یه توضیحی داده بود، زده بود به زودی، در حال ساخت به زودی. بعد رفتم کامنتار رو میدیدم، مثلا تو 5 تا کامنت تو 3 تا شامد آهنگی نوشته بودن، و برام خیلی عجیب بود، خیلی جذاب بود. بیننده ها بهتر از خودم میدونستن که اگر حامد برود خروجی خوبی میشه، در صورتی که خودم به شدت تردید داشتم. از فصل 1 وقتی احسان علیخانی با هم تماس گرفت و بیا، مقاومت کردم تا فصل 5 رفتم، یعنی 4 فصل ضبط شد تا من رفتم، در صورتی که من یکی از گزینه های اصلی فصل 1 بودم به جای یکی از دوستانی که دفعت، یعنی من با امینه حیایی، با شوله، با سام درخشانی، با آقای نیکا، با هومن حاجب، یعنی عزیزانی که در فصل 1 بودن، قرار بود من باشم یکی از اونها، ولی بیننده های میگفتن حامد برو، حامد آهنگی رو دعوت کنی، من نمیدونستم که من دعوت شدم، خودم دو دلم، و خیلی ممنونم ازشون. الان همینطور که اونا تعیین میکنن که من الان کم کار باشم، کاری رو قبول نکنم، هر کاری رو، اونجا هم تعیین کردن که حامد باید در جوکر باشد. در مافیا هم همینطور، دوباره رفتن من باز دلیل اصلیش کامنت های مردم بود که حامد باید دوباره باشه. زمانی که داشت کارت پخش میشد من همش دعا میکردم نشم جوکر، چون دلیلم داشتم، به دلیل که تو وقتی جوکر میشدی و میتونستی بخندی انگار یه عضو اضافه ای، درسته؟ زمانی مردم دوست دارن که تو رو هم در همون تلاش نخندیدن ببینن، تو رو تو همون استرسه ببینن، مثل اتفاقی که در فصل 5 افتاد و من اولین نفر خندیدم. اما وقتی جوکر بهم افتاد خیلی خوشحال شدم، به دلیلی که من بارها و بارها از ته دل خندیدم، که اگر جوکر نمی بودم از 10 بارش تو 2 بارش رو می‌خندیدم و می‌رفتم بیرون دیگه، یعنی عملاً حامد در مثلا نفر دوم سوم نیست، چون فینال خیلی فینال عجیب غریب تری بود اتفاقا تا فصل 5، یعنی دلیل برای خنده در فینال خیلی بیشتر داشتیم، مخصوصا موقعی که آقای عبدی اومد، خیلی زیاد. آقای عبدی اومد که اصلا حالا یه سری چیزاش پخش نشد، ولی خیلی راحت می‌خندیدم و انرژیمو نگه داشتم، برای اینکه این بار برعکس فصل 5
جوکر تایمم رو در انتها برم. کارم رو سخت کردم، خودم رو خسته تر کردم، اما دوست داشتم که قسمت آخر جوکر هم یک جوکر تایمش خوب داشته باشه. فکر میکردی بتونی امین حیاتون در واقع یک دقیقه که بهت وقت دادن بخندونی؟ 3 دقیقه به این وقت دادن و تو اولش فکر میکردم میتونم بخندونم. وقتی به دقیقه فکر کنم مثلا 1 دقیقه که ازش رفت و خستم بودیم و حالا دیگه چی کار کنی که یه نفر بخنده، توی که در چند قسمت حالا این کارو کردی، دیگه گفتم نمیخنده، چون امین واقعا تسلط داره به نخندیدنش و گفتم تمام نمیخنده، 50 تومن رفت. ولی فکر کنم 2 دقیقه و خورده ای شده بود خندید. دیگه نمیدونستم اگه اونجا هم نمیخندید مثلا تو چند ثانیه بعدی نمیدونم چی کار میکردم، ولی اونجا اون دوستمون که اونجوری حرف میزنه نجاتم داد. سلام چطوری؟ آقای مجرایی نون بخرم؟ نفت بخرم؟ آقای مجرایی باید کمک کنیم دیگه، باید به همنوع خودم کمک کنیم دیگه. چطور شد که برنامه شب‌آهنگی بهت پیشنهاد شد و تصمیم گرفتی که کار اجرا رو انجام بدی؟ حالا در رابطه با سبک اجراییت هم سوال دارم، فقط این ابتدایش. شب‌آهنگی رو کسی بهم پیشنهاد نداد، خودم پیشنهاد دادم. قرار بود برای افتتاحیه پلتفرم فیلم نت یک شو چند شبه ساخته بشه، اوپنینگش مثلا 5 شب. من پیشنهاد دادم، گفتم که چرا اینجوری، چرا نیایم یه تاک شوی خوب بسازیم، من با تجربه‌ای که از استیج دارم یه برنامه شاد مفرح بسازیم که این پای ثابت پلتفرم فیلم نت باشه، و اونا استقبال کردن. طبق جلساتی که داشتیم به نتیجه رسیدیم که میشود این برنامه ساخته بشه. منم ایده هامو گفتم، بعضی هست شد، بعضی ها اوکی داده شد، در اجرا هست شد، بعضی هم اجرایی شد، و این شد که شب‌آهنگی در 2 فصل سیتایی ساخته شد. اون تم ترس از اول بود یا یه دفعه تو کنه؟ من اصلا یکی از دلایلی که دوست داشتم تاکشو بسازم این بود که بترسونم، یعنی گفتم یکی از آیتم های اصلیش ترسوندن. شوهای الین رو دیده بودی؟ این علاقه منده من اول چیزی ترسوندن رو دوست داشتم، حتی اگر الین هم نبود دوست داشتم تو یک جایی باشه که بتونی بترسونی مهمانتون. ولی وقتی الین رو دیدم خب اونا این کارو میکنن، ما چرا نکنیم؟ چرا ما مثلا اونجا یه بازیگر معروف هالیوودی میره میشینه، یا از صندوق یکی در میاد جیغ میزنه و میترسه، ما ببینیم بازیگرهای ما یا آدمهایی که سرشناسن و مردم ببینن واکنششون نسبت به ترس چیه. اونا که الان نمیرن، الان دعوت میکنه، بازیگرهای ما نمیرن، ولی این واکنشه رو مخاطب ما هم ببینه. و جاهایی شد، جاهایی نشد. خب از این ترس نمیشه که بگن این الان یکی کپی در بگن کپیه و بعد در نیاد، یعنی توی بله. در واقع چیز بله، بیشتر به در نیومدنش استرس داشتم. کپی که ما کدوم کار موفقه به اون کپی نیست. شما یه دونه رو نام ببری شام مهمان من میشه. ما تمام مخصوصا ریالیتی شوهای ما، تاک شوهای ما، تالنت های ما همه یک کپی هن. اما کپی چه اشکالی داره؟ شما در 10,000 تا فیلم و سریال میبینی که یه نفر میره خواستگاری، پس اگر ما تو صحنه ای از فیلم خواستگاری بذاریم کپی کردیم. اجراش مهمه، چگونگیش مهمه. آیا اگر کپی هم هستیم کپی خوبی هستیم؟ وقتی من بعضی از اتفاقاتم رو از الین کپی میکنم، این جای اتفاقا خوبی داره که من از یکی که دیگه تهشه دارم کپی میکنم. من نمیام از یک برنامه ایرونی که خودم همکارم داره مثلا تو فلان شبکه اجرا میکنه کپی کنم، که این کارم میکنن. اگرم قرار رو کپی کنیم، مثل جوکر کپی کنیم، مثل عصر جدید کپی کنیم. یعنی ما نیاز به مسابقه استعدادیابی نداشتیم، ولی اینکه زب در میزنن آیا کپی نیست؟ کپیه. در تمام دنیا داریم میبینیم، سابقه چندین ساله هم داره. ولی ما هم نیاز داشتیم به یک برنامه استعدادیابی که شکلش، وقتی شکل درستش اونا اجرا میکنن ما عقبیم. ما وقتی هر موقع اومدیم بگیم نه ما میخوایم برنامه خودمونو بسازیم، مثلا ایرانیش اومد یک مسابقه در شبکه 2 گفت آقا نه ما
به هیچ عنوان نمیخوایم کپی باشیم، میخوایم مسابقه بسازیم با بازی‌های خودمون به شکلی که ما دوست داریم. آیا برنامه موفقی شد؟ واقعا نشد. به صرف اینکه نمیخوایم کپی کنیم، کپی زبانی بدی که تو میری از یکی که مثلا من از یک بازیگری که داره نمایش اجرا میکنه فلان جا که از من کلی کپی کردن، بیام اون صحنه کپی کنم بدون اینکه نام اون آدم و اون اثر رو ببرم و مال خود کنم آن چیزی که اون زحمت کشیده. ولی یک نمونه‌ای که در جهان داره اجرا میشه در تاپ ترین شکل ممکن داره اجرا میشه، تو میگی خب چه اشکالی داره من بیام اینو ایرونیش کنم، بیارم تو فضای ایرونی، چه بسا که در شباهنگی یه سری اتفاقا واقعا ایده و تفکر خودم و اتاق فکرمون بود، یک سری هم مال علم بود، مال جیمی فنم بود، مال کیمل بود و یک مخلوطی از اینا بود. من باز هم این کارو خواهم کرد. با شما شوخی میکنن ناراحت میشین؟ من که خیلی جنبم بالاست، من خیلی دوست دارم اتفاقا. منم جنبم بالاست، شما جنبت بالاست، منم جنبم بالاست، پس در نهایت همه جنبشون بالاست. همه جنبشون بالاست. خب مثلا که چی؟ یعنی واقعا شما ترسیدین از این؟ مثلا الان این فکر کرد من الان اینجا سکته میکنم. فکر میکنید تو فصل دو یه ذره شباهنگی افتاده بود تو ورطه در واقع تکرار و مسیرش داشت یک نواخ میشد؟ حالا مخصوصا مثلا سی قسمتی هم رفته بودی و فصل دو هم زیاد تغییرات آنچنانی نداده بودی. ببین من به عنوان کارگردان و شومن کار یک بخشی از کار تو دستم بود، بخش دیگه کار تولید کار بود، پروداکشن کار بود. من به امید این فصل دو رو ساختم که اون 10 تا بازی که سفارش داده بودم ساخته بشه، به امید فصل دو رو ساختم که تغییراتی که در دکورم گفته بودم اعمال بشه، به امید فصل دو رو ساختم که مهمانایی که من دوست دارم دعوت بشن. اما هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. من با یک بازی برنامه‌مو شروع کردم، تا قسمت 7 تازه بازی دوم به من رسید. کلا با 3 تا 4 تا بازی از 10 تا 15 تا بازی که آماده گفته بودیم برامون ساخته بشه و هی کار شکنی میشد در شباهنگی و اصلا به این دلیل بود من دیگه نساختم شباهنگی رو، وگرنه هم پلتفرم هم تهیه کننده خواستن که ما ادامه بدیم، حداقل 60 قسمت دیگه بریم و به لحاظ مالی شاید اتفاق خوبی برام میافتاد. من چند ماه الان مردم این رو شاید ندونن چون یهو جوکر و مافیا و شباهنگی رو با هم دیدن و الان با هم تموم شده. اینا ضبطاشون اصلا زمانه هم نبود. 8-9 ماه پیش ضبط شباهنگی تمام شد به اشتباه، چون نباید تاکشو فاصله ضبط و پخشش اینقدر طولانی بشه که اتفاقات دیالوگ ها بیاد شه، ولی ما اینجوری بودیم، تون تون میگرفتیم که انباشته بشه. اون تموم شد، جوکر که در 2 روز رفتیم، فکر کنم بهمن ماه، مافیا هم، اسفند و تمام. و من در طول این چند ماه هیچ پیشنهادی رو قبول نکردم و مقابل شباهنگی ایستادم به خاطر که همون اتفاق دیگه تکرار نشه، که کاری که نمیتوانم ببرم بالاتر رو بی خود ادامه ندم فقط به خاطر یک دریافت مالی. بیکاری و کنسل شدن درآمد رو به جان میخرم، اما برنامه‌ای که قرار بشه مردم بگن ای بابا این دیگه تکراری شده رو نمیسازم و نساختم و پاش واسادم. اگر قرار باشد زمانی برنامه‌ای از این جنس بسازم بیشتر فکر میکنم و سعی میکنم که از ابتدا تکلیف برنامه به لحاظ ساختار و پروداکشن مشخص باشه، نه اینکه بریم تو دل برنامه آقا این چرا نیست، نیوردن، نخریدن، این چرا نیست، نساختن، این چرا میزه که من میخواستم نیست، تصمیم گرفتیم نباشد. و من از این دست مشکلات زیاد در شباهنگی داشتم. تشکر ویژه کلام آخر و اینکه آیا شما کنسرت خنده ادامه میدی یا نه، کلا اونم تعطیل شده. اول سوالت رو جواب بدم بعد کلام آخر. اینکه زادگاه من استیج، هر آنچه دارم از استیج، هر موقع در هر لحظه احساس کنم به هر شکلی، شاید مثل شکل قبل نه، شاید اونجوری نمایشی نه، شاید بیشتر استنداپ، شاید بیشتر شکلهای دیگه، اما هر لحظه احساس کنم که باز هم تماشاگر در سالن من میاد و راضی از سالنم میره بیرون، حتی اگر اسکار هم گرفته باشم این کار رو میکنم و به روی استیج برمیگردم.
هیچی بیشتر از استیج و حال خوب مخاطبم در سالن حال منو خوب نمیکنه. این از این. از کلام آخر این که ممنونم منو دعوت کردید. سرتون رو درد آوردم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ولی گفتگوی صمیمانه خوب در این حال شیکی بود. یه پاستیل خوردم، یه نصف اسنیکرز که اینو بعدم با هم حساب میکنیم. بحث بعدی این که من نمیخوام خدای نکرده مدیون و بدهکار کسی از اینجا برم. اما خودم هم مرض دارم، این امایه میخواد تراموشه من میگم. و اینکه از صمیم قلبم برای مردم کشورم، عزیزانی که الان دارن بنده کمترین رو میبینن، آرزوی سلامتی، جیبی پر از پول و لبی خندون میکنم و ممنونم که من رو سالهاست دارن به سمت پیشرفت هدایت میکنن با کامنت ها و نظرهای خوبشون. خیلی مخلصم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.